ها دوستان و همراهان همشه کانال هم سه نظری ام ام ای، درود بر شما. از سالن شهدای هفتم تیر، محل برگزاری مسابقات قهرمانی لیگ برتر کشور، در خدمت شما عزیزان هستم. دو تیم بانک شهر و انبوسازان هوتن در مقابل هم قرار گرفتن. امین طاهری با دوبنده قرمز برای بانک شهر و سید امیرضا صحرایی با دوبنده آبی برای انبوسازان هوتن کشتی میگیره. ببینیم چه میکنن دو سنگین وزن کشورمون. امین طاهری به مراتب کفه ترازو به طرف اون هستش، تجربه بیشتری داره نسبت به صحرایی. تا به اینجا کارم دستش بهتر کار کرده و رو به جلو داور درخواست کمکاری میکنه برای دوبنده آبی. امیرضا صحرایی و تذکر بهش میده که کمکار هست. اگه ادامه بده امین طاهری میتونه شات کلاک رو بزنه روی صحرایی. خب داور یه لحظه رفت مربیه بانک شهر فکر کنم تذکر داد که روی صندلی وسطی خوش بنشینه و به کشتی برمیگردیم. وسطی حمله کار میکنن، صحرایی بهت یه مقدار دستش بهتر کار کنه. یه رساله قصه سنگین از صحرایی. طاهری هم گلدور است، ولی ببین چه دستای پرقدرتی داره صحرایی که چنین قصه سنگینی روی طاهری میذاره. خب یک بار دیگه درخواست کمکاری میشه برای دوبنده آبی. صحرایی و چاکراک رو میزنن برای امیرضا صحرایی. اگه نتونه امتیازی بگیره یک امتیاز برای تابلو برای طاهری سرد خواهد شد و تو سنگین وزن این تک امتیاز ها خیلی تاثیر میذاره تو نتیجه کشتی. در میانه تو شهر سرگرده هم یه کار میکنن. یه لحظه میخواست جیکت بزنه ولی خب هوشیار صحرایی هم از نظر قدرت بدنی همین طاهری واقعا میچربه به صحرایی. رو به جلو هست. حالا درخواست بله سیسانی تمام میشه و یک امتیاز برای طاهری سرد میشه. حالا تیم بانک شهر یک پسف جلو میفته از انبوسازان. البته تو این کشتی سرگرده هم یه کار میکنه. خب زود صحرایی نمیچربه به طاهری. حالا درخواست کمکاری میشه به طاهری و تذکر رسمی رو بهش میدن که کمکاره. چند ثانیه تا پایان سه دقیقه اول کشتی زمان داره. مسابقات قهرمانی لیگ برتر کشور، ببینید کدوم تیم به فینال و کدوم به رده‌بندی راه پیدا خواهد کرد. بانک شهر تو جدول و متوجه به کشتیگیرهایی که جذب کرده از کشور روسیه و همچنین عنواندارای کشور خودمون و قهرمانای تیم ملیمون شانسش بیشتره تا به فینال برسه. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. نتیجه کشتی 1-0 به سود امین طاهری. کشتی از تهران در مقابل صحرایی برای انبوسازان هوتن. ثانیه پایانی سری اول هستش و همچنان رو دسته امنیه کار میکنه. این نگاهی صحرایی میندازه به تابلو تا بله 30 ثانیه وقت ساعت فرا میرسه. دکشتی نزد مربی های خودشون میره. امین طاهری رو رضا یزدانی قهرمان سال گذشته ما ترخوش میکنه و توضیح لازم رو بهش میده که چه تاکتیکی دست دقیقه دوم باید اجرا کنه. دوستان کانال حسین نظری ام ام ای، پیج این استاگرام ما رو هم دنبال کنی، حسین نظری ام ام ای. عزیزانی که کامنت میذارید، اگر هزگاهی نمیرسیم پاسخ بدیم به لطف و محبت شما ببخشید. دوستان کامنت ها زیاد و فرصت ما کم، ولی در هر صورت ممنونیم از محبتتون که ما رو در ادامه مسیر رو مصمم تر میکنی. خب بریم به ادامه کشتی. سه دقیقه دوم آغاز میشه. سه دقیقه دوم رو طاهری اومده تا با سرعت بالا آغاز کنه. میتونه سه دقیقه دیگه هم نفس داشته باشه در مقابل صحرایی با انگیزه یا نه. طاهری تن بدنش گلدورتر نشون میده نسبت به صحرایی. حالا سرگردن رو گرو گرفته، یعنی با این فیتو رو سعی میکنه جمع جور کنه. صحرایی هم سرگردن رو بالا نیاورد.
یک بار دیگه مربی هم بسازان تذکر میده که دوستان در این محصول خودشون بنشینن. خب بریم به دامه کشتی. دو دقیقه سیستان تا پایان کشتی زمان داریم و یک برصف برای تاهیری نمیتونه امتیاز مطمئنی باشه. حالا درخواستی که همکاری میکنم برای امین تاهیری درستم هست. خب حالا شاد کلاک رو میذارم برای تاهیری. اگر نتونه امتیاز بگیره یک بر یک این صحرایی که برنده میدان خواهد شد. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. رو سرگردن یه کار میکنه. یه گساله از تاهری صحرایی یه جوری خسته نشون میده. عرض کردم تاهری گلدورتره و صحرایی باید انرژی زیادی مصرف کنه تا بتونه فرو خوش رو بری تاهری اجرا کنه. این همچنان رو به جلو تاهری گلدور داره کشتی میگیره. خب 3 ثانیه به پایان میرسه و یک امتیاز ثبت میشه برای صحرایی. حالا این صحرایی که برنده میدانه. یک تا 40 ثانیه تاهری زمان داره تا امتیاز بگیره از صحرایی. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. یه لحظه تعادلش به هم میخوره. توشک خارج میشه صحرایی. توشک خارج میشه. همین تاهری که دو بار قهرمانی آسیا رو داره در سال 2018 و 2021. تعادلش به هم خورد و بیرون توشک زمین خورد امیرزا صحرایی. یه جورایی هم صحرایی خسته نشون میده. داور درخواست میکنه تا تیم پزشکی بروی توشک بیاد. خب منتظریم تا تیم پزشکی توشک خارج بشه و ادامه کشتی با هم ببینیم. رضا یزدانی هم از فرصت استفاده میکنه، توصیه لازم رو میده به شاگردش امین طاهری، برنده دو برنز امیدهای جهان در سال 2018 و 2017 تونست برنز امیدهای جهان رو بگیره، دو برنز آسیا رو در کارنامه خودش داره و تا به اینجا کار دو بر یک از صحرایی جلو افتاده. خب امیرزا صحرایی بره توشه بر میگرد و ادامه کشتی. یک دو سی ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم و ببینیم صحرایی چه میکنه. میتونه یک بار دیگه جلو بیفته یا نه. حالا این نفسی گرفت امیتاری و رو به جلو دست سیلکته و میره کرتوشه خارجش کنه. بله این کار انجام میده و یک امتیاز دیگه میگیره. حالا امین طاهری چه کشتی 3-1 میشه. عرض کردم صحرایی یه جورایی دیگه نفس کم آورد. یک بار دیگه در میانه تو شهر رو سرگرده هم دیگه کار میکنن. کشتی های لیگ برتر کشور سالن شهدای هفتم تیر که یک بار دیگه پر از گوگا و هیاهو شده. جای همه شما دوستان خالیه تو سالن. یه بست سنگین از طاهری و یک بار چه تشویق میکنن طاهری رو. داور درخواست یک امتیاز میکنه برای طاهری و مورد تایید هم قرار میگیره. یک بار تذکر داده بود که دست رو زیر حلق قرار نده و دومین بار درخواست امتیاز میکنه حالا برای امین طاهری و یک امتیاز دیگه میگیره طاهری. نچه کشید 4-1. 35 ساله زمان داریم و صحرایی اگر بخواد برنده میدان باشه باید بره سراغ فنون بالا. سرگرده هم یه کار میکنن. صحرایی یه جایی برید دیگه انرژی زیادی صرف کرد در مقابل طاهری گندور آماده. همچنان رو به جلو رقص پا میکنه که نشون بده سرحال یه زیره خم. ببینیم میتونه خاک کنه یا نه. خیمه سنگین طاهری یه لحظه مثل برق و باد مثل سبک باد به پا رسید ولی نتونست خاک کنه. ثانیه های پارانی 2-1. حتی یک امتیاز هم نمیخواد از دست بده که در جریان تیمی اگر به شمارش امتیاز رسید پشیمون بشه. خب امین طاهری برنده میدان میشه در مقابل سید امیرضا صحرایی. بانک شهر یه برده دیگه در مقابل اموستازان هوتن توسط امین طاهری کسب میکنه. خب خسته نباشید میگیم هر دو پهلوان هر دو سنگین وزن کشورمون و به شما عزیزان کشتی دوستان. خب دوستان با لایک و کامنتاتون خستگی از تن دلاوره ما به در میکنید و ما رو در ادامه مسیرمون مصممتر تا کشتی بعدی. بدرود دوستان.